خداوندگار آواز زمانی ما می خوانندش. 80 سال پیش در چنین روزی سرنوشت او بر الحان موسیقی رقم خورد. به قول لسان الغیب، رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. محمد رضا شجریان در بیش از 50 سال زندگی هنری حرفه‌ایش همواره اجراهای شورانگیزی داشته. بهترین توصیف را هم از زبان یار گرم و گلستانش بشنویم. دونستان آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، توانایی هاش در اجرای ابیات اغزال سروده های بزرگان ما که میگم بزرگانی که واقعا شاید بشه گفت که در جغرافیای فرهنگ بشری جایگاه خاصی دارن، اما شجریان سهم بسیار بزرگی. گاه فکر میکنم که مردم ما باید بیشتر شجریان دوست داشته باشن، چون حافظ، سعدی، مولانا، خواجو، هر آن کی که به سمتش میره و جلب و جذبش میشه دقیقا بغل میکنه، میذاره توی بغل مخاطبش. یا به تعبیری که سایه شاعر معاصر از این غزل حافظ دارد و اجرای استادانی آقای شجریان در گوشه حجاز دستگاه ابو عطا. بعضی تیکای آواز شجریان شاهکار بود. من فکر میکنم اگه حافظ بود پا میشد غرق بوسه میکشد. اونجایی به مفلسانی و مفلسانی خیلی عشق. اما از سبک و سیاق آوازی آقای شجریان چه می‌دانیم؟ در حال استاد شجریان چند دوره مختلف رو در کار آواز طی کرده. یعنی دوره اول که من نامش می‌ذارم دوره تقلید، که سال‌های قبل از آشنایی با مرحوم برومند و حتی رفتن نزد عبدالله خان دوامی بوده، استاد عبدالله خان دوامی که تازه به تهران اومده بودن و بیشتر تحت تاثیر کارهای زلی بودن تا حدودی از کارهای استاد بنان در واقع تقلید میکردن. یه دوره‌ای برخی از آوازهاشون شما میبینید از کارهای استاد احمد قوامی فاخته‌ای در واقع تقلید میکنن. این دوره خودشون هم البته به این ماجرا معترفن در گفتگوهاشون که دوره تقلید بوده. حتی جای عنوان میکنن که وقتی من زلی گوش میدادم دیگه هیچ کار دیگه گوش نمیدادم، چون میخواستم دقیقا لحن کار زلی در واقع توی جان من بشه. دست به جان نمیرسد تا به تو برفشان. چه بسا غیبت سالهای اخیر آقای شجریان به دلیل مبارزه با بیماری سرطان ریه موجب شده که برخی از استادان موسیقی به فکر جانشینانی برای فردا باشند. استاد شجریان وقتی استاد برومند با ایشون کار میکردن، مثلا آوازهای طاهرزاده رو با ایشون کار میکردن دیگه، همون راک معروف یا اصفهان یا بقیه آوازها، خب اینا آوازهایی بود که آوازهای طاهرزاده بود و شجریان هم از همون مسیر به اون جایگاه رسید. هیچ وقت من خودم به عنوان ببخشید میگم استاد محمد رضا شجریان نمیشناسم و خودم اینجوری نشناختم. همیشه خودم به عنوان یه آدم معمولی که دارم با همه زندگی میکنم و نیازها رو حس میکنم و به هر حال
از اون جایگاه و دیدگاه به جامعه هم نگاه میکنم، ولی بعد موقعی که میخوام کار بکنم میگم خب حالا من باید این حرف بزنم. صرف نظر از همکاری با حدود 90 برنامه گلها، از آقای شجریان بیش از 60 اثر برجسته آوازی هم منتشر شده. علاوه بر اینها به ویژه در دهه 60 که موسیقی ایران یکسره به محاق رفت و اجرای عمومی کنسرت ها فراهم نبود، در محافل خصوصی حدود 300 اثر از او ضبط شده که همچنان برای شنیدنشان باید منتظر ماند. فرج بادفکن، بی بی سی.